سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطا پوش و کریم است، در رحمت را کلید است که بسم الله الرحمن الرحیم است. با نام و یاد خالق متعال، خدایی که غرق نعمت‌های بی‌شمار او هستیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و هموطنان ارجمندم. آرزومند هستم که لباس عافیت بر تن داشته باشین و انشالله ساعات و لحظات زندگیتان قرین یاد خداوند متعال و سرشار از برکت و موفقیت باشه. خوشحال هستم که به توفیق پروردگار بزرگ در یک روز زیبای دیگر و در این لحظات در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم از طریق برنامه عارفانه، و از شما دعوت میکنم که افتخار بخشید و ما را همراهی بفرمایید. قرار است که انشالله در برنامه امروز در رابطه با آداب و شرایط انفاق صحبت بکنیم. خاطر شریفتان هست که ما در برنامه گذشته در رابطه با موضوع انفاق صحبتهای داشتیم، در خدمت کارشناس محترم برنامه، و اهمیت انفاق را در اسلام بررسی کردیم و آیات روایات عدیده ای را در این موضوع الحمدلله شنیدیم و استفاده کردیم. اما امروز اختصاصا میخوایم ببینیم که مؤمنین که باید اهل انفاق باشن چه آداب و شرایطی را در حین انفاق باید مراعات بکنن. در خدمت کارشناس محترم برنامه و سرور ارجمند جناب حاج آقای اخلاقی هستیم و از محضرشان انشاءالله استفاده خواهیم برد. خدمتتون عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله طيبين الطاهرين المعصومين. بندم خدمت حضرت عالی و بینندگان نهایت عزیز و محترمتان عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی سرفرازی دو عالم را برای همه شما خوبان عنایت کند. سلامت باشین، خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت حضرت عالی هستیم. آقای اخلاقی، مباحث مربوط به انفاق به اینجا رسید که حالا انشاءالله امروز میخواییم پای درس شما و صحبت ارزشمندتان بنشینیم و یاد بگیریم که از نظر آیین مقدس اسلام و سنت و روش اهل بیت علیهم السلام انفاق داره چه آداب و چه شرایطی هست. بسیار حرف خوبیه. هر کاری برای خود یک آدابی داره، یک قانونی داره. مثلا غذا خوردن، ایستاد شدن، نماز خواندن، روزه گرفتن، هر کاری را که شما مثلا فکر میکنین یا در ذهنتان تصور میکنین، او برای خود آداب داره. درست. هیچ چیز نمیشه آداب اگر نداشته باشه، کار به جایی نمیرسه. یکی از چیزهایی که آداب داره برای خودش انفاق است. انفاق برای خودش چه داره؟ آداب داره. خب ما بیاییم آداب انفاق، اگر آدمی اگر میای یک چیزی را برای بیچاره ها، برای مساکین، برای بی‌بضاعت ها، برای نادره ها میده، یک چیزهایی را باید رعایت کنه که او انفاقی که میکنه یا کمکی که میکنه یا توجهی که به فقرا و بی‌بضاعت ها داره، اون مورد قبول پروردگار متعال باشه. میرویم به سراغ قرآن و روایات ائمه معصومین علیهم السلام. بسیار خب، اولین آدابی که برای انفاق ذکر شده میگه برای خدا باشد. اولین آداب برای خدا بودن انفاقه. درست. اون چیزی را که این آقا یا این خانم یا این خانواده برای کسی دیگر میده، باید خدا را در نظر بگیره. اون عمل قبول میشه که اون موردی توجه خدا باشه، خدا مورد نیاز باشه. انما یتقبل الله من المتقین. خدا از پرهیزگارا قبول میکنه. خدا او کاری را قبول میکنه که محض برای رضای خودش باشه. ممکنه خیلی انفاقهای دور و دراز و کلان باشه، ولی خدا در اون نباشه، اون مورد قبول واقع نمیشه. اون انفاق مورد قبول واقع میشه یا او دادن پول یا امکانات دیگر مورد قبول پروردگار قبول واقع میشه که خدا مورد توجه باشه. خدا چی میگه؟ خداوند تبارک و تعالی: و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون.
میگه اون چیزی را که شما برای خدا میدید، زکات میدید، برای کی میدید؟ برای خدا. اراده میکنید خدا را، تزکیه مال میکنید، یک مقدار از دارایی خود را، از توانمندی مالی خود را برای خدا میدید. ولی چی رقم میدید؟ چه قسم میدید؟ توریدون وجه الله، فقط و فقط خدا را در نظر میگیرید. اون ذات بار تعالی مورد توجه شماست، به غیر از خدا به فکر دیگری نیستید. این چی کار میشه؟ فاولائک هم المضعفون. خدا این خیر و این انفاق شما را چند برابر میکنه؟ مضاعف میکنه، یعنی چند برابر میکنه. اگر یک افغانی بیتی، چند افغانی خداوند عوض میده. امروز که ما مثلا به علی میگیم شاه مردان یا شاه سخی میگیم، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام برای از اینکه او شبه ها چکار میکرد؟ آردی، خرمایی، هیزومی، خوراکی، پوشاکی با پوش خود حمل میکرد، مخفیانه میبرد به خانه های بیوزن ها و یتیما. درسته؟ مخفیانه میبرد. و همین که مخفیانه میبرد به این معنا بود که غیر از خدا کس دیگر متوجه نشه. دروازه را در قلباب میکرد، تک تک میکرد، به قول ما و شما مثلا نمو خرمایی یا غذایی یا آردی یا روغنی هر چیز دانه دروازه میگذاشت، خودش میرفت. بله. نمیخواست که حتی صاحب خانه بفهمد چه خبر. اینجاست که خداوند این نام مقدس را جاودانه کرده. در اون انفاقی که در درون مسجد کرد و اون انگشتر را برای خدا داد، توریدون وجه الله بود آقای حسینی، بدون شک. فقط خدا مورد نظر بود که آمد آیه قرآن برای یک انگشتر معمولی نازل شد. چرا؟ چون حضرت مولا غیر از خدا چیزی دیگری را مورد توجه قرار نداده بود و موردی پسندش نبود، فقط خدا را میخواست. و اینجا بود که اون فقط دادن انفاق یا صدقه یک دانه انگشتر جاودانه شد. سوره روم آیه 39. دومین آداب انفاق یا دومین آداب ادب از آداب انفاق اینه که توأم با ایمان باشد. اول برای خدا باشد، دوم توأم با ایمان باشد. در صورت شما مورد پسند قرار میگیرین که ایمان داشته باشید. آمنو و عمل صالحات، ایمان و عمل صالح هر دو در کنار هم، و ایمان از ها مقدم داشته شده بر عمل صالح. ایمان اول باید ایمان داشته باشه. بله. همون آیه اول می آید، یعنی انما یتقبل الله من المتقین. خداوند تبارک و تعالی در آیه مبارکه چی میگه؟ آمنو بالله. دستور میده، میگه آمنو بالله، به خدا ایمان بیاورید و رسوله و بر رسول خدا چه کنید؟ ایمان بیاورید، پیامبر را به عنوان رسول خدا قبول کنید. و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. میگه از انفاق کنید. چرا انفاق کنید؟ خدا را شما خلیفه و جانشین خود در روی زمین قرار داده و یک امکاناتی را خدا برای شما داده، یک چیزهایی را خدا برای شما ارزانی داشته، نعمتهایی را خدا برای شما ارزانی داشته، توجهی را خدا برای شما کرده. میگه از امو چه کنید؟ انفاق کنید. بسیار عالی. حاضر تشکر میکنیم. چند لحظه انشاءالله فرصت کوتاهی خواهیم داشت و ادامه بتیم. بسیار خوب. دوستان اشاره میکنن که فرصت داریم و میتونیم باز هم مستفید بشیم از فرمایش. بسیار خوب. بعد مثلا اینجا چی میگه؟ اینجا خداوند تبارک و تعالی بنده ای که انفاق میکنه یک ناز میده خدا. درست. خدا اینجا ناز میده آقای حسینی در این نکته آیه و جعلکم مستخلفین فی. میگه شما انفاق کنید. چرا؟ چون شما خلیفه خدایید. شما خیلی درجه دارید. خدا خیلی مقام دارد. شما خیلی ارزش دارید. خدا خیلی برای شما یک عنایت بالایی کرده. شما را خلیفه خود قرار داده.
امین که خلیفه خود قرار داده یک چیزهایی برای شما ارزانی داشته، نعمتهایی برای شما داشته، میگه اه داده امون نعمتها و امون امکاناتی را که خدا برای شما عنایت کرده و داده، خدا من تبار و تعالی در این آیه میگه از امون انفاق کنید. بسیار عالی، خیلی سپاسگزار هستیم. بیندگان محترم تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه همراهی فرمودید. پس از میان برنامه‌ای که آماده نشر هست، انشاءالله باز خدمتتون برمیگردیم و ادامه این صحبت‌های ارزشمند تقدیم خواهد شد. از سید عابدین و زینت ساجدین حضرت امام علی ابن الحسین صلوات الله علیه این روایت زیبا نقل شده که فرمودند ان من اخلاق المؤمن الانفاق علی قدر الاقتار، فرمودند از جمله خلقیات و رفتارهای مؤمن این است که در حال تنگ دستی هم انفاق میکنه. انشاءالله در این زمینه از آقای اخلاقی پرسان خواهیم کرد که به هر حال چرا در آیین مقدس اسلام اینقدر بر انفاق کردن تأکید و توصیه شده حتی اگر انسان در حال تنگ دستی باشد. در خدمت شما هستیم. خدمت حضرت عالی عرض بکنم، داشتیم آیه مبارکه را با هم دیگر میخواندیم. بله. دومین آدابی از انفاق ای بود که باید با ایمان باشه. خداوند تبارک و تعالی فرمود آمنو بالله و رسول، ایمان بیاورید به خدا و رسول خدا و انفاق بکنید از اون چیزایی که خدا برای شما داده و حالی که شما خلیفه خدایین، شما جانشین خدایین، درجه خدا برای شما داده. در همون موضوع انفاق آجا میفهمد دیگه. بعد چی میگه؟ فلذین آمنو. آجا اخلاقی از خواهی میکنم سوال برای بیننده محترم کمی واضح بشه، چون آیه شریفه میفرماید با جعلکم مستخلفین فی، یعنی در آن مالی که شما انفاق میکنید و به دیگران میدین در همون مال خداوند شما را خلیفه خود قرار داده که، یعنی به جای اینکه خدا مستقیم بده شما را واسطه این انفاق قرار داده که به او بدهید. و الا این معنا که بگیم انسان ها همگی خلیفه خدا هستن درست نیست، چون خلیفه خدا حجت خدا فقط میتونه باشه که داره مقام اسمت هست. خب این جایل فی الارض خلیفه خداوند تبارک و تعالی ذکر کرده، انسان ها خلیفه خداوند است، ولی اینجا منظور ما و بحث ما مورد انفاقه. شما خلیفه خداین، خداوند برای شما یک چیزایی داده، در اون مالی که مثلا شما را داده در اون مال شما چی کنین؟ انفاق کنید. شما مورد توجه قرار بدید، مثلا فقرا و بیوزاعت ها و مساکین مورد توجه قرار بدید. و این انفاقی را که شما میکنید باید چی باشه؟ با ایمان باشه. بعد چی میگه؟ فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. میگه او کسایی که آمن و ایمان آورده شما و انفقوا لهم و انفاق میکنند مالای خود را، مثلا مال خود مورد انفاق قرار میده، لهم اجر کبیر، خداوند برای از او اجر بزرگ در نظر گرفت. یعنی او کسی را که مثلا خدا مال برایش داده و میمانی به خدا آورده، خداوند این مال یا این انسان این مال در راه خدا انفاق میکنه، خدا برای ازی اجر بزرگ در نظر گرفته، اجر پاداش بالای در نظر گرفته. پس دومین شرط یا دومین آدابی، ادبی از آداب انفاق یکی همراه با ایمان باشه. خدا این آدم باید ایمان داشته باشه و این آیه به این صراحت داره. سوم بدون چشم داشت باشه. یعنی سومین نکته یا سومین آداب انفاق اینه که وقتی که شما یک مال را برای خدا انفاق میکنین بدون چشم داشت باشه، نه به این نیتی که مثلا من امی پول برای ازی آدم بیتم باید یک چیزی ازی گیرم بیا یا یک کاری مرا انجام بده یا یک وظیفه ای مرا پیش ببره. یک ضرب المثل از قدیمی ها بود، میگوید یک بنده خدایی به یک آقای دیگه مثلا یک مقدار گندم داده به عنوان وجوهات شهری، مثلا که برای شما فقیر بوده بگیره، گفته به شرطی رو برات میدم که تو برای من دیقان بشینی. بعد او آقا هم دیقان نشسته، پس او گفته حالا که تو دیقان نشستی گندم خودم پس برده. این تو چیزای اتفاق افتاد آقای حسینی. پس سومین نکته ای که باید عرض بکنم درباره آداب انفاق اینه که آداب انفاق باید بدونی چشم داشت باشه. انفاقی که میکنی چشم داشت نداشته باشی، به این معنا نباشه یک چیزی حتما از طرف گیری تو بیای، این حکم نباشه یا این نکته نباشه. میریم به سراغ قرآن. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت فاطمه زهرا و فضه خادمه روزه گرفتن برای که خداوند امام حسن امام حسین مریض شده بود، خدا اینا را شفا بده. بعد مثلا اینا مریض میشه، اینا هم روزه میگیره. امام حسن امام حسین علیه السلام مریض میشه، این سه بزرگوار دیگه مثلا روزه میگیره برای که خدا اینا را شفا بده. خب نزدیک افطار یک مقدار نان مثل زمان نبوده که پریمان مثلا باشه یا غله باشه یا مثلا امکانات فراوان داشته باشه. خب در شب اول یتیمی میایه، در شب دوم اسیری میایه، در شب سوم مثلا در شب اول مسکینی میایه، در شب دوم یتیم میایه، در شب سوم مسکینی میایه. خب هر سه شب اینا با آب افطار میکنه، اما غذایی که داره یا اما نانی را که تهیه کرده او رو به کی میده؟ به فقرا، به او فقیر و به او مسکین و به او یتیم میده. خب این کدوم چیم داشت داشته حضرت معصومین مثلا آقا امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا در او حالت که اشد نیاز به او غذا داشته او رو برای خدا میده. از این نتیجه میگیریم و نکته میگیریم که چیم داشتی در میان نکده. فقط و فقط هدف از انفاقی که کرده، توجهی که کرده، عنایتی که کرده، این بود خدا رو در نظر گرفته. ادامه آیه غیر از خدا چیز دیگر نداشته. در ادامه آیه میفهمد که انما نطعمکم لوجه الله لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا. ما جز برای خدا غذا نمیتیم به فقرا و هیچ پاداشی و تشکری هم از کسی از کسی ما سراغ نداریم، یعنی توقع نداریم که از کسی از ما چی کنه؟ تشکر کنه. خدا خیرتون بتا جوابی. باز یک وقفه کوتاهی خواهیم داشت، ان شاء الله برمیگردیم خدمت از تالی بینندگان محترم. امرایی بفرمایید بعد از میان برنامه‌ای که ان شاء الله خواهیم داشت خدمت شما باز خواهیم گشت و ادامه این مطالب پیرامون بحث انفاق و آدابش تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهیتون بینندگان عزیز. صحبت ما امروز در رابطه با شرایط و آداب انفاق هست و مطالب ارزشمندی را با توجه به نکات قرآنی که حاج آقای اخلاقی بزرگوار فرمودن استفاده کردیم و یاد گرفتیم. ان شاء الله بتونیم جزء افرادی باشیم که در کنار انجام عبادات واجب به انفاقهای مستحبی هم بپردازیم. البته انفاقهای واجب هم خوب سر جای خودش هست و باید حتما پرداخت بشه، اما نیاز به این داریم که انشاءالله بتونیم آداب انفاق ها رو در مجموع یاد بگیریم و آنطوری که خدای متعال راضی هست اهل انفاق باشیم. ما جا خدمت شماست. خب داشتیم آداب انفاق بررسی میکردیم، رسیدیم به چهارمین نکته، شخصیت و کرامت انسان حفظ شود. شما وقتی که به یک آدم انفاق میکنی باید شخصیت او را یا کرامت او را خدشدار نکنی. یک حرف نزنی که مثلا خدای نخواسته وقتی که انفاق میکنی او خرد شوه، کرامتش از بین بره، تحقیر شوه. خداوند تبارک و تعالی میفرماید که الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که انفاق میکنن اموال خود را در راه خدا، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا. بعد از اینکه انفاق کرد دیگه دنبال رو نمی کنه مثلا منت و اذیت را که من بودم من این کار را کردم برای مثلا من بودم که پول را برای دادم، من بودم خانه را یک مدت به خانه من به کرایه ششتی مثلا این کار انجام دادی یا این کار انجام دادی، من این کار را کردم مثلا یک مدت مثلا به فقرا کمک کردم مثلا نام بگیره فلانی آدم را کمک کردم مثلا احمد آقا را دادم مثلا زهرا خانم این کمک انجام دادم این کار را با منت. یک حرف بزنه که او آدم خرد شود. خب من ولا عزا میگه کسی که انفاق میکند منت و اذیت را این انفاقش به دنبال نداشته باشد، لهم اجرهم، خدا برای ازی اجر میده، اجر بسیار بالایی. ولا خوف علیهم، کدام ترسی هم برای آدم برای گروه نیست. ولا هم یحزنون، اینا حوزی هم نداره. انفاق میکنه که در او انفاق منت و اذیت وجود نداره. در آیه دیگر هم میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ول از صدقات خود را با واسطه منت و اذیت باطل نکن.
اگر دادید یک چیز را برای فقرا، برای بیچاره ها، برای مساکین، برای بی‌بضاعت ها، فقط و فقط خدا مورد نظر شما باشد. غیر از خدا به کسی دیگر توجهی نداشته باشید. اگر مثلا یک موقع کمک میکنید، بعد دنبال روی از او کمکی که شما انجام دادید، خب منتی بگذارید، خدای نخواسته شخصیتی از او آدم خرد شود، او آدم تحقیر شود، دیگه ای کمک کردن اینجا فایده ای نداره. این کمک کردن چی میشه آقای حسینی؟ باطل میشه. بله. پنجمین نکته ای درباره آداب انفاق اینه که عاشقانه و عمومی باشد. یعنی اون مالی را که میدی، در حالی که اون مال مورد توجه تو است، به ایده بده، به یک گروهی بده. درسته که مثلا خویشاوندان بیشتر مورد توجه است، ولی در این معنا نیست که اگر کسی از خویشاوندان ما نباشه و بیرون تر از خویشاوندان و فامیل ما باشه، اون مورد توجه نباشه. اون مورد دقت نباشه. اینطوری نیست. خداوند تبارک و تعالی میگه که و آت المال علی حبه. مال خود را بدین علی حبه، با این که با اون مال شما دوستم داره دیگه. نه، هر کس مال چی داره؟ دوست داره. پول همه دوست داره، خانه را همه دوست داره، سرمایه را همه دوست داره، دکان و موتر همه دوست داره. ذوی القربا به کی بدین؟ به ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و فی الرقاب تا باخر. یعنی از این آیه مبارکه اینطور فهمیده میشه که ای انفاقی که صورت میگیره، گروه های مختلف باید مورد توجه باشه. همه را در نظر بگیریم، ولی شروع میکنه از ذوی القربا. بله، یک ترتیب داره. یعنی یک ترتیب داره، از ذوی القربا شروع میکنه. در انفاق اول فامیل و خانواده مورد توجه باشه. به این معنا نیست که مثلا غیر از خانواده، فامیل و خانواده باید مورد توجه قرار نگیره. فامیل در اولویت، غیر از فامیل هم کسایی که ما است که باید به او توجه شود، به او انفاق شود، دست از او آدم گرفته شود، او آدم مورد عنایت قرار بگیره، از او حالت بدبختی و بیچارگی که قرار داره و از او حالت نجات پیدا بکنه. خب، ششمین نکته از آداب انفاق استمرار داشته باشد. یک موقع انفاق میکنی، میگه من مثلا یک سال فرض مثال یک مقدار پول به یک فقیر دادم. بله. مقطعی نباشه، دوامدار باشه. مقطعی نباشه، دوامدار باشه. بله. یعنی پولی رو که برای فقرا میدی، سرمایه‌ای رو که برای فقرا میدی، و انفاقی رو که میکنی باید دوامدار باشه. بله. خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان خود اینطور میفرماید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به رستگاری نمیرسه او کسی که انفاق، هرگز به رستگاری نمیرسه اون چیزی که دوست دارید او رو انفاق بکنید. حتما. یعنی تنفقو مما تحبون فعل مضارعه، فعل مضارع دلالت بر استمرار داره لحاظ ادبی آقای حسین. درسته. یعنی این انفاقی که میکنید باید همیشه باشه، مقطعی نه. یک روز انفاق بکنیم، یک روز انفاق نکنیم، یک وقت انفاق بکنیم، یک وقت انفاق نکنیم. این انفاق ما باید دوامدار باشه و برای همیشه باشه. خدا خیر سمت. به همین خاطر توصیه فرمودن حتی صدقات و انفاقهای روزانه داشته باشیم. هر روز این کار رو داشته باشیم. درست. عادت به این فعل خیر داشته باشیم. آقا تشکر میکنیم، مسائل ارزشمندی بود. انشالله که همه ما عامل باشیم. خیلی سپاسگزارم. بینندگان محترم، به پایان برنامه رسیدیم و از اینکه تا پایان همراهی فرمودید از شما تشکر میکنم. در پناه خداوند بی‌نیاز باشید. خداحافظ.